با چینل کابل فوکس میدیا خوش آمدید. لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را نیز تماشا نمایید. صد روز تسلط طالبان، مرور بر آنچه در افغانستان گذشت. صد روز پیش نیروهای طالبان وارد کابل شدند. این گروه پس از 20 سال جنگ با نیروهای دولتی و خارجی در افغانستان، امارت اسلامی خود را که در حمله امریکا در اکتبر 2001 ساقط شده بود احیا کرد. در این مطلب مرور کوتاه بر آنچه که در این 100 روز در افغانستان رخ داده است می‌پردازیم. نیروهای طالبان در حال وارد کابل شدند که 2 هفته تا پایان مهلت جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان باقی مانده بود. صبح یکشنبه 15 آگوست افراد طالبان از چند سو بدون مقابل شدن با کمترین مقاومت وارد کابل شدند. صبح شنبه آخرین پیام ویدیویی محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت در مورد امنیت کابل منتشر شد. عصر یکشنبه اما خبرهای از فرار غنی به خارج نشر شد. عبدالله عبدالله در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوکش نشر کرد گفت که آقای غنی را که رئیس جمهور پیشین بود از کشور خارج شده است. در همین روز تلویزیون الجزیره در تصاویر زنده از ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل ورود اعضای طالبان به ارگ و در دست گرفتن کنترل آن بعد از فرار غنی به خارج از کشور را نشان می‌داد. یک سخنگوی طالبان گفت که آنها برای اطمینان از امنیت وارد پایتخت شدند و جان و مال مردم در امان است. در ای پنشیر و بخشای از اولسالی در آب از محلاتی بودند که گروه طالبان پس از تصرف افغانستان در آن با مقاومت روبرو شدند. احمد مسعود و شمار از مقام ها و نیروهای دولت پیشین جبهه مقاومت ملی را تشکیل دادند. طالبان حدود 2 هفته پس از تصرف کابل توانستند وارد پنشیر شوند. افغانستان بدتر از ویتنام برای امریکا شد. دوشنبه 16 آگوست کارکنان سفارت‌های غربی از منطقه سبز کابل با هلیکوپتر خارج شدند. سفارت امریکا در کابل تخلیه شد و پرچم امریکا از فراز سفارت پایین آورده شد و کارکنان سفارت با هلیکوپتر به فرودگاه کابل منتقل شدند. تصاویر خروج کارکنان سفارت با هلیکوپتر را برخی با سقوط سایگون پایتخت ویتنام جنوبی و پرواز هلیکوپتر از فراز سفارت امریکا مقایسه کردند. اما بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که این مقایسه درست نیست. در عبده آگست 2 روز بعد از تصرف کابل از سوی طالبان زبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای اولین بار در یک نشست خبری در کابل ظاهر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری چند روز بعد در ویدیویی که از فیسبوکش نشر شد گفت که برای جلوگیری از خونریزی تصمیم گرفته که از کشور خارج شود. او طالبان را برنده داوری شمشیر و تفنگ خواند و گفت که اکنون آنها مسئول حفاظت از عزت نفس ثروت و شرافت مردم افغانستان هستند. 6000 سرباز امریکایی و حدود 1000 سرباز ناتو در فرودگاه کابل عملیات تخلیه را آغاز کردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا ضرب الاجل 31 آگوست را با وجود درخواست‌های زیاد تمدید نکرد. او گفت هر چه زودتر این ماموریت را تمام کنیم بهتر است. طالبان نیز با هر گونه تمدید ضرب الاجل پس از تاریخ 31 برای خروج کامل نیروهای آمریکایی مخالفت کردند. آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که حدود 124 هزار نفر را تا 30 آگوست از طریق هوایی تخلیه کردند. طالبان یک روز پس از آن اعلام کرد که در صدد بازگشایی فرودگاه کابل است. آخرین پیشبینی نهادهای امنیتی امریکایی سقوط دولت افغانستان را چند ماه پس از خروج امریکا پیشبینی کرده بودند. انتونی بلینکن بعدها گفت که هیچ نهاد اطلاعاتی امریکایی سقوط زودهنگام کابل را پیشبینی نکرده بود. در حالی که هیئت دولت افغانستان در دوحه در انتظار گفتگوهای صلح با هیئت طالبان به سر می برد، نیروهای طالبان عملات به ولسوالی ها را افزایش دادند و سپس به مراکز شهرهای عمده سرازیر شدند و گذرگاه های مرزی را کنترل کردند. با وجود پایان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی و خارجی، داعش به عملات خود در افغانستان ادامه می دهد. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط گروه طالبان یعنی در تاریخ 27 آگوست در نزدیکی میدان هوایی یا
فرودگاه کابل زمانی که هزارها افغان تلاش داشتند تا وارد بخش نظامی میدان هوایی کابل شوند و به اروپا و امریکا بروند رخ داد. در آن حمله انتحاری که مسئولیت آن را داعش شاخه خراسان به عهده گرفت، حدود 200 نفر کشته شدند. در 100 روز گذشته داعش چندین حمله مرگبار دیگر عمدتا در مساجد شیعیان را در افغانستان انجام داده است. جنبش اعتراضات زنان افغانستان چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان در شهرهای مختلف افغانستان تظاهرات گسترده ای را انداختند که گروه های از مردان نیز با آنها همراه شدند. در چند مورد این تظاهرات با خشونت کشیده شد و از جمله دو نفر از معترضان در ایراد با شلیک گلوله طالبان کشته شدند. اما پس از آن طالبان را اندازی هر نوع تظاهرات بدون هماهنگی با طالبان را غیر قانونی اعلام کرد و شمار این اعتراضات کاهش یافت. در جریان اعتراضات اخیر شماری از خبرنگاران نیز مورد خشونت قرار گرفتند. دولت طالبان اعلام کرد که دانشگاه ها در افغانستان باید بر اساس جنسیت تفکیک شوند و پوشش جدید اسلامی وضع می شود. در طرز العملی که در 21 نوامبر از سوی طالبان منتشر شد، نمایش چهره زنان در سریال های تلویزیونی ممنوع شد و گفته شد زنان مجری باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. هنوز بسیاری از مکاتب یا مدارس دخترانه بسته هست، دانشگاه های دولتی تعطیل هستند و کارکنان زن در اکثر وزارت ها نتوانستند به کار خود برگردند. طالبان کابینه سرپرست موقت خود را اعلان کرد. طالبان کابینه موقت خود را سه شنبه 16 سنبله یا 7 سپتامبر به ریاست محمد حسن آخوند به عنوان رئیس الوزراء یا نخست وزیر اعلام کرد. اعضای کابینه طالبان عمدتاً چهره های حاکمیت دوره پیشین در سال 1990 و فرماندهان جدید هستند. از جمله وزیران کابینه طالبان، سراج الدین حقانی وزیر کشور طالبان است که در بالاترین سطح تحت تعقیب پلیس فدرال امریکا قرار دارد. سید اف بی آی به تازگی جایزه اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود را از 5 میلیون به 10 میلیون دلار افزایش داده است. تلاش منطقه‌ای برای تعامل با طالبان. در 20 اکتبر نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان 10 کشور جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان آغاز شد. امریکا اما در این نشست شرکت نکرده است. وزیر خارجه روسیه در این نشست خواستار کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه به افغانستان شد. در 27 اکتبر نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران با صدور بیانیه تاکید کرد که ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. در 19 نوامبر نشست ترویکا پلاس متشکل از پاکستان، چین و روسیه که امریکا در اسلام آباد برگزار شد و اعضای آن در بیانیه از طالبان خواستند که دولت فراگیر ایجاد کنند و حقوق برابر زنان و دختران را برای مشارکت در تمام جنبه های جامعه افغانستان فراهم کند. نمایندگان کشورها در حاشیه این نشست با نمایندگان ارشد طالبان نیز دیدار کردند. اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اسلام آباد گفت جامعه بین المللی از ما می خواهد یک دولت فراگیر بسازیم. کابینه فعلی ما این الزام را برآورده کرده، ما نمایندگی از همه قومیت ها میکنیم. نمایندگان امریکا، بریتانیا و کشورهای اروپایی نیز از تعامل با دولت طالبان حمایت کردند، اما تاکید کردند که به زودی دولت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. دولت طالبان 100 روز گذشته در موارد مختلف از جمله آموزش پرورش رسانه ها دستور عملی را هم وضع کردند که واکنش های زیادی را در پی داشته است. طالبان اعلام کرده که ارتش اسلامی طالبان را تا 2 سال دیگر تکمیل خواهند کرد. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان مقامات برخی کشورهای منطقه به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار داشتند. پاکستان، چین، روسیه و ایران تعامل بیشتر با مقامات طالبان داشتند که طالبان آن را عملا رسمیت خود تلقی کردند.
افزایش فقر و بحران مالی. صندوق بین المللی پول گفته است که اقتصاد افغانستان امسال تا 30% منقبض می شود. حالا بحران انسانی در افغانستان از جنگ یمن نیز پیشی گرفته است. در همین حال نهادهای سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذایی سازمان ملل یعنی WFP هشدار داد که در صورت عدم اقدام فوری میلیون ها شهروند افغانستان در زمستان پیشرو با گرسنگی روبرو خواهند شد. دولت طالبان برای تقویت پول ملی استفاده ارزهای رایج خارجی را در افغانستان ممنوع اعلام کردند و در تلاش برای از سرگیری تجارت با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، چین و ایران هستند. طالبان بارها خواستار حدود 10 میلیارد دارایی ارزی افغانستان در امریکا شدند. سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده و هشدار داده که بحران نقدینگی در این کشور می‌تواند در چند ماه آینده باعث سقوط بزرگ نظام بانکی شود. کشاورزان در ولایت المان به بی بی سی میگویند چاره ای ندارند جز این که برای سیر کردن خانواده های گرسنه ایشان و تولید تریاک روی آورند. تشکر از اینکه تا آخر ما را بیننده بودید.